بیننده های بسیار محترم، ما در برنامه امشب به عوض اخبار این وقت تخصیص دادیم به فعالیت های مربوط به پروسه صلح افغانستان، طوری که همه اطلاع دارند اخیرا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نامه مکتوب رسمی به رئیس جمهور اشرف غنی توسط زلمه خلیلزاد نمایندی خاص خود برای افغانستان فرستاد که ضمن از او یک طرح صلح هم پیشنهاد شده است برای تحلیل و ارزیابی. هر مادی از این پیشنهاد وقت موجود نبوده، اما ما یک مرور عمومی بالای این طرح میکنیم و موقف شورای همبستگی افغانای خارج از کشور در مورد تا جای امکان روشن میسازیم. ما این طرح پیشنهادی امریکا را داریم. هفته قبل رئیس جمهور اشرف غنی و همچنان امرالله صالح معاون رئیس جمهور عکس‌العمل‌های تندی در مقابل این طرح نشان دادن و هر گونه حکومت انتقالی را رد کردن. در این طرح امریکا ایجاد یک حکومت همشمول صلح انتقالی پیشنهاد شده تا زمینه را برای تعدیل قانون اساسی. توافقنامه که امریکا روان کرده یا طرح پیشنهادی صلح ایالات متحده امریکا از 3 بخش تشکیل شده. بخش اول مربوط به اصول رهنمودی توافق شده برای قانون اساسی افغانستان و آینده دولت افغانستان است. بخش دوم مربوط به شرایط توافق شده برای اداره کشور در دوره مدت انتقالی که حد اکثر تعداد ماهش معلوم نیست چند ماه می باشد و نقشه راه برای آوردن تغییرات در قانون اساسی و رسیدگی به امور امنیتی و حکومتداری که برای یک توافق دوامدار عادلانه مهم می باشد است. بخش سوم عبارت از شرایط توافق شده برای آتش بس دائمی و همه جانبه و تطبیق آن است. خب پس میکنیم میبینیم بخش از عمده این طرح پیشنهادهایی است در مورد طرح قانون اساسی جدید برای افغانستان که در این قانون اساسی طالبا، دولت و دیگر گروه های سیاسی در افغانستان اشتراک. اما قسمی که ما مسئولیت عاجل میبینیم این مانند است که موزر که آب نادیده به اصطلاح در افغانستان ضرب المثل است که میگه که آب نادیده موزه را نکشید یا آب نادیده موزه را کشیدن است. ما تا حال نمیدانیم که طالبا با کدام مواد قانون اساسی فعلی افغانستان مخالفت دارند و مخالفتشون چیست. تا بعدا ما طرح برای رفع این اختلافات پیشنهاد کنیم. امریکا به این ترتیب عمدن به قانون اساسی و دولتی که در 20 سال گذشته خودش کوشش کرد در افغانستان ایجاد شود بی‌وفایی میکنه. به دولت و قانون اساسی که خودش در تشکیل از او سهم داشت به اعتنایی میکنه، او رو نادیده میکنه. ما باید اول بفهمیم که طالبا با کدام مواد قانون اساسی مخالفت دارن. مودان ما موی سبز کرد در اصطلاح افغانستان. از طالبا خواسته میریم همیش که لطفا موازیتان در مورد نظام آینده دولت افغانستان مشخص کنیم، برای ما بگوین که چی نوع نظام میخواین، چه نوع قانون اساسی میخواین، با کدام مواد قانون اساسی فعلی مخالف هستین تا مردم یا کسایی که دستن در کار سیاست هستن بشینن راه حل برای پیدا کنن. ایجاد عدم اعتماد بالای قانون اساسی موجود
بیش از این که ما مخالفت با او را بدانیم، یک به نظر من یک خیانت ملی است. قانون اساسی موجودی افغانستان یکی از بهترین قوانین اساسی در آسیا است و در 20 سال گذشته دستاوردهای مهم برای مردم افغانستان در قسمت تضمین حقوق اساسی از او فراهم کرده است. در قسمت دولت سازی کمک کرده. قانون اساسی موجوده، نهادهای لازم برای یک دولت مستحکم برای آینده ایجاد کرده است. ای که ما متاسفانه جنگسالارها، کسایی که به دموکراسی عقیده ندارن، از دموکراسی میترسن و با تطبیق دموکراسی مردم وار تحت میکنه، مردم با وار رای نمیته، مردم وار و نقض قانون میکنن، حاکمیت قانون برهم میزنن، قانون اساسی رو نادیده میگیرن. این موضوع جداست، اما مردم افغانستان، نهادهای مدنی در افغانستان، دولت افغانستان تا حدود زیاده در ایجاد یک دولت ملی که در قسمت منافع افغانستان حساس باشه و در قسمت برآوردن منافع ملی افغانستان گام برداره، کوشش زیادی کرده. ما دولت فعلی افغانستان، نهادهایی که ایجاد شده با زمان طالب و زمین تا آسمان فرق داره. ما تا نمیفهمیم که این دولت طالبان به چی نوع نظام را میارند. این پیشنهاد ما نمیفهمیم. برای ما مشکل است، برای شخص من مشکل است درک کنم که چرا باید با هر تحولی ما نظام دولت افغانستان را بشکنیم تا یک گام به پیش بریم. چندین بار دولت افغانستان شکستاندن، هر وقت قوام گرفته به یک جای رسیده ای شکستاندن، به خاک برابرش کردن، بعدا کوشش شده اثر ساخته شد. حالا ما 20 سال کوشش شده به یک مرحله برسه. چرا با استفاده از همی موادی که در قانون اساسی وجود داره، راهنمودهایی که در قانون اساسی وجود داره، شیوه‌هایی که در قانون اساسی مجاز است، ما برای حل مسائل سیاسی خود دست نمیزنیم؟ چرا به حل مسائل سیاسی نمیپردازیم؟ چرا تشویق نمیکنیم طالبان بیاین با استفاده از این مواد که بالای تمام مردم یک سال تطبیق میشه؟ و اگر طالبان فکر میکنن که 70% افغانستان در اختیارشان است، پس باید یک ترسی نداشته باشن. اگر ما یک باید در این یک انتخابات مسئله مهمی است که برای تعیین زعامت دولت افغانستان، بدون از انتخابات هیچ راه دیگه وجود نداره. ما نمیتونیم در به طور مثال در بر اساس طرح جدیدی که امریکا پیشنهاد کرده در ترکیه باید یک کنفرانس ایجاد شه، مانند کنفرانس بن. کسی انتظار نداشته باشه که کنفرانس ترکیه با شمول با اگر طالبان اشتراک کنن، که من شک دارم اشتراک کنن، فرض کنیم اشتراک کردن، بازم این صلاحیت داشته باشه که بگیره یک نفر از بین اعضای خود به رئیس دولت انتقالی افغانستان انتخاب کنه. این صلاحیت کی داره؟ در زمان کنفرانس بن 2001 در افغانستان دولتی وجود نداشت، نظامی وجود نداشت. طالبان سر موتورسیکلات خود شده بودن، رفته بودن پاکستان، پیکپای خود با پیکپای خود رفتن، صفوفشان هم آب شد به زمین فرو رفت، با اسلحه ثقیله و سبک خود رفتن با پاکستان رفتن. دولتی وجود نداشت. بنابراین باید یک زعامت انتقالی تازه ایجاد می شد، رئیس جمهور معرفی می شد، تا برای یک در یک مدت انتقالی یک قانون اساسی ایجاد شود و بعدا یک دولت ایجاد شود.
آقای خلیلزاد فکر میکنه که شرایط امروزی افغانستان بازم شرایط 20 سال پیش است، سال 2001 است. اتو نیست. ما دولت داریم در افغانستان، نظام داریم در افغانستان، رئیس جمهور برحال داریم که در انتخابات پیروز شده، در دو انتخابات پر هم پیروز شده، با وجودی که همی امریکا کوشش کرده که نتایج انتخابات نادیده بگیره و دولت ضعیف بسازه. اما این دولت وجود داره. ما چرا از استفاده نمی کنیم؟ ما باید، من نمیگم اعتماد کامل بالای دولت چرا که برین انتخابات اجرا کنه، نه خیر، پیشنهاد ما ایست که به همکاری نزدیک جامعه بین المللی. وقتی جامعه بین المللی میگم ملل متحده، میگم نه اینکه چند کشور غربی بخیزن خود جامعه بین المللی قلمداد کنن، مثل اینکه همیشه کردن در مقابل در مورد لیبیا به عنوان جامعه بین المللی خود معرفی کردن، در قسمت سوریه به عنوان جامعه بین المللی خود معرفی کردن، در قسمت کوسوو و سربیا جامعه بین المللی خود معرفی کردن. نخیر، به عنوان ملل متحد تحت نظارت نزدیک ملل متحد، دولت فعلی افغانستان و تحریک طالبان، این سه باید یک انتخابات تازه در افغانستان اجرا شود، بنا بیفته، و این انتخابات از سطح ولسوالی ها، ولایت و سطح ملی، یعنی ما در سطح ولسوالی ها و جرگه های ولسوالی را باید ما انتخاب کنیم، شوراهای ولسوالی را باید انتخاب کنیم، در سطح ولایت باید شوراهای ولایتی انتخاب شود، در سطح کشور باید شورای ملی انتخاب شود که ولسی جرگه است و مشان جرگه. در این در تمام این سه سطح باید طالب ها اشتراک کنه، و در عین زمان همزمان انتخابات ریاست جمهوری اجرا شود، و طالب ها باید کاندیداها معرفی کنند، احزاب سیاسی مختلف باید کاندیدا خود معرفی کنه. فقط خود نمیشه خلاصه کنیم که ما یک نظام اسلامی میخواییم، یک نظام اسلامی جدید میخواییم. در قرارداد با امریکا ما گفتیم یک نظام اسلامی جدید، نه باید یک نظام اسلامی جدید بیاره. این نظام اسلامی جدید کدام نظام است؟ این نظام اسلامی جدید اون نظام اسلامی 1200 سال قبل است، در زمان خلفای راشدین است، در زمان عباسی است، در کدام زمان است؟ کدام نظام اسلامی است؟ آیا ما میتونیم نظام جدید اسلامی ره که امون نظام زبان عباسی ها باشه یا زبان خلفای راشدین باشه در شرایط قرن 21 تطبیق کنیم؟ آیا جوابگوی نیازمندی های قرن 21 است؟ طبعا نیست. بهتر است این موازی روشن شود. اگر میگن که حقوق زنها مطابق با اسلام، امور باید بگین که کدام است، کدام مواد است، چی گونه است. هر اصلی را که اعتقاد دارین باید این را توضیح کنین.